توی همچین محیطی شما مثلا فرض کنین اولا که خیلی ها رو باعث میشه که اتفاقا کورد سیتیزی ترک سیتیزی عرب سیتیزی بیشتر بشه، برای اینکه احساس میکنم اصلا و این کمپین نه به جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، برای اینکه خیلی نگاه میکنن وقتی که یک کسی داره میاد سیستم فدرالیسم رو پیشنهاد میکنه فکر میکنن اینا بهونه است برای تجزیه طلبی، مخصوصا که بالاخره هرچی که استقلال این گروه ها بیشتر بشه این یه قدمه به اینکه جدای کامل بشن، یکی این. و حتی اگرم برسیم به یه زمانی برسه به یه جایی که یه ماه حکومتی داشته باشیم که فدرالیست باشه، خب توی همچین سیستمی این ایالت‌های مختلف دارن با هم رقابت میکنن سر اینکه کی حق بیشتری داره از حکومت مرکزی. و این چون توی ایران اگه بخوایم هم چیزی رو بر اساس قوم‌های مختلف بکنیم، ببینید اگه فقط بر اساس جغرافی بود کسی دشمنیش با مردم یک جای دیگه فقط بخاطر اینکه جایی هستن بیشتر نمیشه، ولی شما اگه اینو بخوایم بر اساس قوم بذارین خب یه رقابتی داریم بین این قوم ها میندازین سر اینکه کی پول نفتو میگیره، کی آبو میگیره، کی مثلا صد اینجا بذاریم و صد نزنیم. و این رقابت ها باعث میشه که خب فارس ها با ترک ها بیشتر بجنگن، کردها با یعنی همه با هم دارن همه بر اساس قومشون دارن با هم رقابت میکنن. این خیلی محیط رو به وجود میاره که نژاد ستیزی قوم ستیزی بیشتر میشه توی اگر یه همچین سیستمی رو فکر کنم توی ایران داشته باشین. نظرتون چیه؟ ببینید الان شما به عنوان یک بی خدا یعنی بنیادی ترین باور مردم رو نشانه گرفتین، یعنی شما اومدین به خودتون میگین بی خدا یا آتئیست و فکر میکنید این حق خودتونه، این بی خداییتون محترم شمرده بشه و باید از طرف دیگران محترم شمرده بشه. یعنی شما اومدین بنیادی ترین و ریشه‌ای ترین و تاریخی ترین اعتقاد عموم مردم رو هدف قرار داده گرفتین. حالا سوال من اینه که آیا آرمین حق دار آتئیست باشه یا نه؟ بله، من بر اساس درکم از حق و فلسفه حق آرمین حق دار آتئیست باشه و این هیچ ربطی به مشتری خان کلات‌آباد یا نن قمر در فلان روستای یزد نداره. اون میخواد درک داشته باشه، میخواد بفهمه یا نفهمه، اصلا این مهم نیست. مهم اینه که امروز اندیشه بشری به جایی رسیده که یک فرد حق داره آتئیست باشه، یک فرد میتونه دینش رو عوض بکنه، یک فرد میتونه هر جوری که دلش خواست، هر جایی که جهان دلش خواست میتونه زندگی بکنه. پس مبنای بحث من فلسفه حق، نه درک عمومی مردمی که هنوز نمیدونن سکولاریسم یعنی چی، هنوز نمیدونن آتئیسم یعنی چی، هنوز نمیدونن فدرالیسم یعنی چی، یا حتی دموکراسی رو نمیدونن یعنی چی. این یک موضوع. من جواب بدم. خب همین مثال شما خیلی مثال خوبیه. من اگر یک روزی به یه جایی برسیم که ایران سکولار دموکراته و من میتونم تو ایران زندگی کنم، من هیچ وقت نمیگم توی اون ایران اون روز نمیگم بگم که ما آتئیستا و بی خدایان باید گروهی هستیم که حق جدای خودمون رو باید داشته باشیم. نه، من چیزی که لازم دارم همون حقی که من از یه دولت میخوام به عنوان یک بی خدا، این که بتونم بگم چرا من با دین مشکلم چیه، همون حقیه که من برای یک با خدا میخوام، برای یک مسلمان یا یک مسیحی. یعنی من حق جدایی نمیخوام، من حقی رو میخوام که به اون مسلمان اجازه میده، به اون حقی که به مسلمان اجازه میده که بیاد بگه که چرا اسلام خوبه، همون حقیه که به من اجازه میده که بیام بگم چرا اسلام بده. من حق جدایی از بقیه مردم ایران نمیخوام. شما نظرت چیه؟ یه تأکیدی که دیگه بکنیم، این جدایی هایی که شما مطرح میفرمایید جدایی ارضی نیست، یعنی تمامیت ارضی رو شامل نمیشه. منظورتون خودمختاریه یا جدا بودن یا همین خودمختاری، یا بگیم اتونومی خودتون در همون ایرانه. ببینید مثال شما از اینجا خیلی راحت قابل نقضه. شما به عنوان یک فرد متفرق در سراسر ایران اون حق خودمختاری رو ندارین، ولی حق برخورداری از عقیده بی خدایی خودتون رو دارین. اما اگر من سه تا مؤلفه عرض کردم در رابطه با دموکراسی، اما اگر بی خدایان ایران فرض کنیم 100,000 نفر هستن، این 100,000 نفر همه مثلا در یک شهری به نام بی خدا آباد زندگی بکنن، اونا حق خودمختاری خودشون رو دارن. یعنی
شما ویژگی فرهنگی اجتماعی خودتون رو دارین که آتئیز بودنتونه، شما 100,000 نفر هستین، جمعیت هم دارین، شما در یک جا هم زندگی میکنید، پس چون در یک جا کنار هم زندگی میکنید، اون بی خدا آباد چون شامل این بی خداهایی هست که در یک جا زندگی میکنن و بی خدا هستن، حق اینو دارن پارلمان خودشونو داشته باشن. چرا؟ چرا چراش خیلی مهمه، چون بی خدا بودن یا آتئیزم یک روند فکریه، یک جهان بینیست که پارلمان خودش، مصوبات خودش، فرهنگ اجتماعی فردی خاص خودش رو داره. اما چون شما بی خداهای متفرق و منفردی هستین در سراسر ایران، طبیعی شما به عنوان یه فرد چجوری میخواییم مستقل باشین یا خودمختار باشین؟ این حق ما توی کشور سکولار دموکرات تضمین میشه، چون که دولت با اینکه ما چی میگیم و فرهنگمون چیه و با چی میرقصیم، چه آهنگایی میذاریم، چی رو جشن میگیریم، چی رو جشن نمیگیریم، توی کشور سکولار دموکرات این حق ما تضمین خواهد شد. ما احتیاج نداریم که یک گروه سیاسی بشیم. شما به عنوان یه فرد حقوق فردیتون تأمین خواهد شد، شما به عنوان یک جمع حقوق کلکتیوتون. ما حقوق کلکتیو نمیخوایم، ما همه لازم نداریم. میدونی چرا نمیخواین؟ چون متفرقین. گفتم که اگر شما بی خدا، اگرم یه جا بودیم، حتی اگه یه جا بودیم، یه شهر خودمون هم داشتیم، هر کاری دلمون بخواد تو این شهر میتونیم بکنیم. همین یعنی خود مختاری. پس ما چه حقوق کلکتیو لازم نداریم؟ ما چون خود مختاری داریم، چون ما خود از به عنوان یک فرد خود مختاری داریم، معنیش اینه که هر فرد ما میتونیم جمع شیم، از این خود مختاریمون استفاده کنیم، هممون جمع شیم، هر چی دلمون بخواد جشن بگیریم، با هر زبونی دلمون بخواد حرف بزنیم و هر چی دلمون بخواد برقصیم و هر شعری دلمون بخواد بگیم. همین خود مختاری فردی کافیه که به طور جمع هم بتونیم آزادی خودمون داشته باشیم. شما دقیقاً دارین از مثالهایی صحبت میکنین که رفتار جمعی هستن، فردی نیستن. میگیم ما جمع میشیم، ما میرقصیم، ما این کارو میکنیم، اینا رفتارهای جمعی هستن، رفتار فردی نیست. شما در خونه خودت آزادی، ولی رفتارهای جمعی وقتی که ما آزادی فردی داشته باشیم، رفتارهای جمعی هم تضمین میشه، چون بالاخره ما هر کدومون، ما هممون اگه به عنوان فرد آزاد بشیم. خب این سوالتو باید سوال جامعه، کی باید این مراقبت و این امکانات و این تمهیدات رو آماده بکنه؟ شما به یک دستگاه اداری امنیتی نیاز دارین که اینو تضمین بکنه دیگه. میتونه یه دولت سکولار دموکرات مرکزی باشه، چون سکولار دموکرات نمیاد کار جلوی ما رو بگیره که ما کاری دولت بکنه. ببینید دولت سکولار دموکرات مرکزی، اولا اگه دموکراسی باشه باید تکثرگرا باشه، اصلا نمیشه دموکراسی رو با تمرکز عرض کردم دقیقاً. شما که 100,000 نفر هستین، در یک شهر هستین، میخواین بر اساس اون عقیده خودتون، اون باور خودتون زندگی بکنید دیگه، مگه غیر از اینه؟ خب شما برای اجرای این عقیدتون و لذت بردن از اون عقیدتون یه پارلمانی میخواین؟ یه لازم ندارید. برای چی؟ اگه دولت سکولار دموکرات هست، ما بدون پارلمان کسی شما جواب اینو بدید. توی کشور سکولار دموکرات، خب ما اگه به عنوان یه گروه بی خدایان بخوایم بیایم یه آهنگ درباره بی خدایمون بخونیم، خب و یه جشن بی خدایی بگیری، خب ما اگه توی کشور سکولار دموکرات باشیم و نهاد سیاسی هم نداشته باشیم، این کشور سکولار دموکراته، کی میاد جلوی ما رو میگیره؟ اگه ما حقوقای فردیمون باعث میشه که من و بابک و همه که فکر تو لایف چت هستن بتونیم یه روز برنامه بذاریم که یه جشن بگیریم، خب مسئله کی میاد جلوی ما رو بگیره؟ مشکل این برمیگرده به تعریف شما از قانون اساسی که به نظر من نادرسته. در قانون اساسی نمیان بگن بی خدا چه کاره است، زرتشت چه کاره است، نمیدونم سنی چه کاره است، حالا بهایی چه کاره است، این جزئیات رو و لازم نیست. آزادی بیان و آزادی عقیده کافیه، لزومی نداره به جز بیان بکنن که بس اینه که اون حقوقی که من آتئیست دارم، اون زرتشت هم داره به یک اندازه، هر کاری که اون میتونه بکنه منم میتونم انجام بدم. فقط کافیه بگیم دولت دخالت نمیکنه. این واسه قراره تبصره بزنن من آتئیست بیشتر حقوق دارم یا اون زرتشت کمتر؟
نه 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 نباید این. منم داشتم اینو عرض میکردم چون در قانون اساسی نمیشه وارد این جزئیات شد، به خاطر همین باید این خودمختاری و قدرت عمل در لوکال رو بدی به این جمع متفاوت. یعنی میگی شما آزادین در چارچوب این کشور منطبق با اون ویژگی های فرهنگی اجتماعی خودتون اونجا در اون منطقه خودتون خودتون رو اداره بکنید. حالا اونجا موسیقی، اونجا موسیقی کردی میزنید، یه جای دیگه موسیقی نمیدونم گیلکی میزنن، یه جای دیگه مثلا موسیقی فارسی میزنن. دموکراسی بدون لحاظ این سه تا فاکتور دموکراسی نیست، میتونه سکولاریسم باشه. یعنی شما کشوری، تو کشوری که همه آزادن، چرا ما لازم همه هر کسی که به هر کسی که سیتیزن این کشور هست، تو کشوری سوال بذاریم، مثال من اینه، تو کشوری که همه آزاد باشن ما چرا لازم داریم بریم به یه گروه خاصی به اونا بگیم شما آزادید؟ خب ما داریم به همه میگیم آزادن، این گروه خاص برای چی باید بیشتر بگیم شما دوبار آزادید؟ نه نه نه، اجازه بدید، شما منشور حقوق بشر رو قبول دارین؟ بله. با میثاق اینش درسته؟ بس من همه چی رو به طور کلی، هر چیزی نقص خودشو داره، باید جزئیاتشو بگی. نه دیگه، منشور حقوق بشر و میثاق اینو قبول دارین دیگه؟ خب خیلی مشخصه این سوال. خب بس من نمیدونم دقیقا، یه عقیده خاصی رو بگی من این تله به نظر میرسه. مبنا برای من منشور حقوق بشر و میثاق اینه. مبنا برای من در سیاست کردن، در پردازش سیاسیم، منشور حقوق بشر و میثاق اینه. منشور حقوق بشر و میثاق اینش دو تا جنبه حقوقی رو لحاظ کرده، یکی حقوق فردی است که شما بهش اشاره میکنید، دیگری هم حقوق جمعی و کلکتیوه. شما نمیتونید بگی بنده دموکراتم، به دموکراسی معتقدم، ولی فقط جنبه حقوق فردی رو قبول دارم، جنبه حقوق جمعی رو قبول ندارم. میتونید بگید ها، ولی شما اینجا دچار یک نقص یا رد بخش عمده منشور حقوق بشر و میثاق اینش شده. در خود منشور حقوق بشر که سیمادش درسته با کرامت انسان شروع میشه، درسته با انسان و حق و جایگاه فرد در جهان و در هستی شروع میشه، ولی اونجا از یک حقوقی به نام حقوق فرهنگی، دینی، جنسیتی و غیره هم صحبت میکنه. یا نخیر، بعدها در میثاق اینش این شکافته شده در اعلامیه‌های مانند حقوق سیاسی مدنی یا حقوق زبانی، اینا حقوق کلکتیو هستن. چرا این حقوق کلکتیو به میان اومدن؟ به این دلیل که دموکراسی یک حالت انعطاف پذیری داره، الاستیکی داره. دموکراسی است که خودش رو با واقعیت های اون جغرافیا منطبق میکنه، نه ایده یا ایدئولوژی من. ایده و ایدئولوژی من، عقیده من میره تو زیر مجموعه یه پکیجی به نام دموکراسی. دموکراسی میگه چون در ایران کرد وجود داره، ترک وجود داره، عرب وجود داره، شیعه وجود داره، سنی وجود داره، اینا باید لحاظ بشن در هم نظام قانونگذاری و هم در ساختار اداری و مدیریتی این کشور. شما اگر بیاین فقط بر مبنای فرد این کارو بکنید، خب اون موقع شما یه فرد، این فارس زبان، این اهل تهران، این مثلا میگم بنده یه کردم اهل کرمانشانم، خب الان اینجا در اداره این قانون، در اداره این منطقه، اون شهر شما که تهرانه، اون شهر من که کرمانشانه، کدوم ویژگی های فرهنگی اجتماعی باید بودجه بگیره از دولت؟ آخه بودجه بر اساس ویژگی فرهنگی بودن به نظر من خیلی کار اشتباهیه. حالا شما اگه شما وزارت مثلا رسانه نداری، مثلا وزارت نمیدونم آموزش و پرورش مگه نداری؟ شما مگه وزارت فرهنگ نداری؟ مگه شما وزارت چی میدونم اینجوری دار مگه نداری؟ اینا رو چه جوری تامین میکنید؟ خب اگه خب فقط وزارت فرهنگ میتونه بر اساس فرهنگ و اینا بشه، خب ولی بقیه وزارت ها خب فقط همون وزارت، وزارتی که بودجهش بر اساس فرهنگه میتونه بیاد فرهنگ های مختلف رو بهونه کنه که بگه شما این فرهنگ اینقدر میگیری اینقدر میگیری، ولی اینکه خب نفت و آب و جنگل و ماهی و اینا بر اساس اثنیسیتی و فرهنگ و اینا باشه به نظر من اشتباهه. باید تمام مردم ایران یک حقوق داشته باشن، همه برابر باشن، جدا جدا اصلا نشه. اصلا موندم چرا باید حقوق، اصلا این قومیت باید یک چیز فقط قومیت فقط برای فرهنگ و لذت و شعر و رقص و اینا باید باشه،
برای سیاست و حقوق و اینا قومیت اهمیت نباید داشته باشه، فقط قومیت و فرهنگ و اینا فقط برای یه چیزیه که ما بتونیم ازش لذت ببریم، نه اینکه بیان بهونه بکنیم که حقوق شما چیه. حقوق وقتی درباره حقوق و سیاست حرف میزنیم همه مردم ایران باید به یه شکل باهاش شما به هم رفتار بشه. نظرتون چیه؟ نه ببینید، شما ببین الان سه تا نکته رو مطرح کردین. اولا فکر میکنم دارم میشنوم که شما در رابطه با فدرالیزم اصلا مسائل رو پس و پیش میکنید. نه فدرالیسم بر اساس قومیت رو دارم نقد نمیکنه. فدرالیزم بر هر نوعی باشه، فدرالیزم اینجوریه، در نظام فدرالی دفاع ملی یعنی ارتش واحد مال یک ارتش وجود داره، ده تا هر منطقی برای خودش ارتش نداره. نظام واحد پولی و اقتصاد کلان در دست دولت فدرال مرکزیه. روابط خارجه در دست دولت فدرال مرکزیه. کنترل بر منابع و ذخایر طبیعی در دست دولت فدرال مرکزیه. شما این قسمت ها رو لحاظ نکردین و صحبتاتون قاطی میشه با بقیه. ما بقیه اینها در دست دولت‌های لوکال و منطقه‌ایه، یعنی به شما ربط نداره اگر اصفهانی هستین در کرمانشاه نوروز رو چجوری میگیرن، شهر رو چجوری اداره میکنن، جدول خیابون رو چجوری میکشن، چه میدونم چه کتبی به حساب چاپ میشه، آزادی بیان اونجا چجوریه، تلویزیونش با چه برنامه اینا به اصفهان ربط نداره در کرمانشاه. کرمانشاهی ها هستن که متناسب به قول شما با اون ویژگی های خودشون، نیازهای خودشون اون شهر رو اداره میکنن. پس در رابطه با فدرالیسم این نکته لازم لحاظ بشه که بله، منابع طبیعی و ذخایر طبیعی، ارتش ملی، روابط خارجی و اینا در دست دولت فدرال مرکزیه. بحث ما اینجا خودمختاریه در فدرالی که میگیم اون منطقه که اسمش کردستانه، اون منطقه که اسمش آذربایجانه، اینا با هم دیگه اینا خودشون رو اداره میکنن، ولی همه اینها در یک نظام سیاسی ارگانیک با هم دیگه ایران رو اداره میکنن. یعنی اینجوری تصور نفرمایید که بر فرض مثال فردا کردستان خودمختار شد، دیگه پایتخت اگه تهران بمونه در دست فارس هاست و شیعه مذهب دیگه میتونن ایران رو اداره بکنن. نه، نوع نظام فدرالی که ما میگیم اینه که برآمد نمایندگان مناطق مختلف ایران دولت فدرال مرکزی رو تشکیل میدن که در این دولت فدرال مرکزی ایران رو به صورت سراسری اداره میکنن و در رابطه با منطقه و بین الملل هم به هر حال سیاست میکنن. اما دیگه کردستان به شمای مشهدی ربطی نداره. نه اینکه منظورم در اون سه تا چند تا المانی که گفتم که مثلا ذخایر و منابع طبیعی و فلان اینا ربط داره، ولی اینکه حالا در کردستان مثلا مردم چجوری شهر و مثلا منطقهشون رو اداره میکنن این به مناطق دیگه ربط نداره. چه چیزایی میفته دست حکومت‌های محلی مثلا بغیر از این چند تا چیزی که عرض کردم؟ مثلا چیا؟ که حدود 30-31 تا ویدیو آموزشی کوتاه هست، همه اینا در اونجا شرح داده شده. یکی به غیر از ارتش و دفاع ملی، به غیر از واحد پولی و اقتصاد کلان، به غیر از سیاست خارجی، به غیر از کنترل بر منابع و ذخایر طبیعی در سطح ایران، بقیه امور مربوط به اون دولت‌های لوکال و محلی است. قوانین مثلا قوانین تجارت با هم فرق خواهد کرد؟ نه، تجارت اکسپورت ایمپورت مربوط به دولت مرکزی. نه اکسپورت ایمپورت نه، اون شما منظورم تجارت بین نه مثلا کارهای بیزنسی، یعنی قوانین مثلا شما یا تو استان فارس میرین دادگاه مثلا اگه بابک پول منو دزدید، قانون فارس با قانون مثلا خوزستان فرق خواهد کرد؟ اینکه من دادگاهی که تو خوزستان یک دادگاه فدرال وجود داره که به مناقشات بین منطقه‌ای میپردازه. هیچ دادگاه منطقه‌ای حق نداره، هیچ دادگستری حق نداره قانونی ثبت بکنه که در تضاد با اون قانون فدرال مرکزی باشه. میتونه متفاوت باشه، مثلا بر فرض مثال در نظر بگیرین دادگاه مثلا ترکمنصحرا، یا بگیم دولت ترکمنصحرا میاد مالیاتو 6% وضع میکنه بر روی مثلا بگیم حالا یک سری اقلام. دادگاه بلوچستان، دولت بلوچستان میتونه حالا 10%، ولی دادگاه بلوچستان نمیتونه بگه 80% یا نمیتونه بگه 0%.
اما میتونه یکم تفاوت بذاره با توجه به ویژگی های اونجا، اما به هیچ عنوان اینا نمی... مثلا بر فرض مثال در یک دادگاه در یک منطقه ای در تهران حالا در نظر بگیریم، بر فرض مثال قوانین راهنمای رانندگی باید در سراسر ایران باید یکی باشه. یعنی اینجوری نیست که شما در تهران بتونی بدون لایسنس یا گواهینامه رانندگی بکنی یا بدون چراغ راهنمایی، ولی فقط در کردستان بتونی. یه سری یه نفر که فارسه و تو کردستان زندگی میکنه، آیا این بر کدوم قوانین؟ یعنی آیا این فارسی که در کردستان زندگی میکنه طبق قوانین اونجایی که زندگی میکنه زندگی میکنه؟ من الان برم بلوچستان زندگی بکنم، موظفم به رعایت شون و مقررات بلوچستان. خب اجازه هست یه سوال بپرسم؟ بفرمایید. یه سوالی که از بچه‌ها پرسیده، چون فکر کنم به این ربط داره چون بحث همون قومی و قبیله‌ای بوده، یکی از دوستان پرسیده که آقای آهنگری اگر بخواید به طور مثال مرز جغرافیایی ایالت کردستان را مشخص کنید، آن را دقیقا تا کجا مشخص میکنید؟ خب اینو فرمولش رو عرض میکنم، دقیقش که باید به آینده سپرد. ترسیم مرز یا کشیدن مرز کردستان چند تا فاکتور داره. یکی ویژگی تاریخی است که یعنی بر اساس فاکتور تاریخی این اجماع نظر به وجود میاد که مثلا اینجا کردستانه یا کردستان نیست. مثلا بر فرض مثال در نظر بگیرین الان ارومیه کرد و ترک با هم زندگی میکنن، کردها میگن اینجا کردستانه، ترکها میگن اینجا آذربایجانه. یا نمایندگان ترک و کرد با هم دیگه توافق خواهند کرد بر اساس فاکتوری تاریخی که ارومیه آذربایجان یا کردستانه. این یک. دومین روش یک روش دموکراتیک و امروزینه که خیلی جاهای دنیا هم اجرا میشه، رفراندومه. در ارومیه یک همه پرسی برگزار خواهد شد، اگر حد اکثر مطلق شهروندان ارومیه نه بقیه جاهای آذربایجان. بابا کسایی که فوش میدن هایلایت نکن، کسایی که به مهمون ما بی احترامی میکنن هایلایت نکن اگه میشه بابا جان. مرسی. نه کسانی که در شهرها یا روستاهای دیگه خارج از ارومیه زندگی میکنن، فقط و فقط ساکنان ارومیه. از اونها یک رأی‌گیری خواهد شد که اینا خودشون رو ترک میدونن یا کرد میدونن. اگر حد اکثر مطلق ساکنان شهروندان ارومیه گفتن ما کردیم، ارومیه کردستان با لحاظ تمام حقوق ترکای اونجا به صورت قانونی. اگر اکثریت شهروندان ارومیه گفتن که ما ترکیم، ارومیه آذربایجان با لحاظ تمامی حقوق کردهای ساکن ارومیه. این یک. چه ارومیه کردستان باشه چه آذربایجان باشه، در هر دو حالت ارومیه یک شهر دو زبانه اداره خواهد شد، یعنی یک نظام اداری آموزشی دو زبانه مثل بروکسل خواهد داشت. حالا میخواد آذربایجان باشه یا مثلا کردستان باشه فرق نمی کنه.